با درود بر شما بینندگان گرامی، با یکی دیگه از برنامه‌های ناگفته‌های تاریخ در کنار شما عزیزان هستیم. برنامه امروز برای شما تدارک دیدیم در مورد نقش روحانیون در وقوع انقلاب، نقش روحانیون و احزاب در وقوع انقلاب 57 است. مهمان عزیزی با ما همراه خواهند شد که قبل از اینکه ایشون به ما بپیوندن، من یه خلاصه در مورد فعالیت روحانیون و کسایی که متولیان دین بودن برای شما یه مقاله کوتاهی را میخونم. دین اگر مهمترین و مبنایی ترین عنصر هویتی جامعه ایرانی نباشد، بیشک یکی از مهمترین عناصر حیات فرهنگی ایرانیان است. متولیان دین در ایران در سده های اخیر روحانیون شیعه بودند. درود بر شما آقای شریعت مداری، خوش اومدید. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه کسانی که در این روم تشریف دارند. خیلی ممنون، متشکرم. ما هم خیلی مقدم میگیم به شما و خوشحالیم که در کنار ما هستید. خواهش میکنم. روحانیون شیعه از دوران حکومت صفویان به صورت یک نهاد در آمدند و این نهاد در اواسط دوره قاجاریه به طور کامل تثبیت شد. قدرتگیری علمای دینی در زمان صفویه به دلیل اهمیتی که شاه طهماسب صفوی برای اسلام فقاهتی قائل بود آغاز شد و تا پایان عمر این سلسله ادامه پیدا کرد. در این دوران پیوند محکمی بین علما و شاهان صفوی به وجود آمد و حکومت به طور کامل از علما پشتیبانی میکرد. با وجود اینکه جمعیت‌های شیعه در مناطقی از ایران مثل ری، قم، کاشان، خراسان، اهواز و نواحی شمال وجود داشتند، ولی چون اکثر مردم اهل تسنن بودند، علمای شیعه نتونستن قدرت و نفوذ خودشون را در امور سیاسی و اجتماعی وارد کنن. پس از اینکه حکومت یا سلطنت صفوی از هم پاشید و دوران نظامیگری و سنیگرایی نادرشاه شروع شد، بسیاری از منابع درآمدی که علمای دین یا نهاد دین از اون استفاده می کردن قطع شد و در نتیجه علما از لحاظ اقتصادی با مشکل روبرو شدند. تا زمانی که مرجعیت تقلید شکل منظمی داشته باشه، قبل از اون فعالیت‌های سیاسی اجتماعی روحانیون به صورت علمای محلی بود و بعد از اینکه مرجعیت متمرکز تشکیل شد که عمرش به کمتر از 200 برمیگرده، فعالیت‌ها و تأثیر سیاسی اجتماعی علما از جنبه‌های گوناگون گسترش یافت. روحانیون شیعه به صورت هرچند به صورت متداول به صورت نهاد در آمده بودند، ولی ساختارشون منظم نبود. ولی بعد از این تحول به صورت یک ساختار و تشکیلات منظم در آمدن و میتونیم بگیم که فعالیت‌های سیاسی روحانیت در همین دوره شروع به، یعنی اینا شروع کردن به وارد شدن در فعالیت‌های سیاسی به صورت گسترده. در این شرایط که مرجعیت به عنوان مرکزی تشکیل شده بود، یکی از علما به عنوان مرجع عالی‌قدر در اون بالا قرار می گرفت که دیگران ازش تقلید می کردن. که این دوره تا در زمان شیخ اعظم یا مرتضی انصاری شوشتری به اوج خود رسید و بعد از اون به صورت تکثریابی یا سیر تکثریابی به وجود اومد که در این دوره با اشخاص دیگری بودند که به عنوان مرجعیت غیر از یک نفر نبود، به عنوان مرجعیت که تأثیر میذاشتن روی مردم. ولی وقتی که این تکثرگرایی به وجود اومد، هرچند به صورت گسترده میتونستن در شهرها و جاهای مختلف فعالیت بکنن، ولی همین باعث شد که کمتر بتونن وارد فعالیت‌های سیاسی بشن، یا اینکه کوشش‌هایی که می‌کردن بیشتر برای رفع و رجوع و معارضات درون نهادی
صرف میشد. مثلا پس از میرزای بزرگ شیرازی به جز دو مورد، آقا سید ابوالحسن اصفهانی و حاج آقا حسین بروجردی بودن که به عنوان مراجع تقلید، که به عنوان کسایی بودن که یعنی یک نفر نبود که ما باشون مواجه هستیم. ولی بعد از اینکه دوران مشروطه، در دوران مشروطه روحانیت به دو دسته تقسیم شدن، یه افرادی بودن نظیر میرزای نایینی و آخوند خراسانی و چند روحانی دیگر که معتقد بودن دین قدرت اجرایی داشته باشه، یعنی اجرای سیاسی در سیاست وارد بشن، و یه سری از روحانیون دیگه بودن که خواهان سهیم شدن فقط در قدرت بودن، مثل سید حسن مدرس و سید محمد کاظم یزدی. رفته رفته به دوران رضاشاه رسیدیم که رضاشاه روحانیون را قدرتشون رو کمتر کرد و تا حدودی که اصلاحات فرهنگی انجام داد، و برای اینکه ایشون فکر میکردن که، یعنی اعتقاد داشتن که میراثدار ایران باستان هستند، و در این راه از مشاورهایی مثل محمد علی فروغی و محمد تدین و عبدالحسین تیمورتاش استفاده کردن، و اونا معتقد بودن که مذهب و خرافات باعث عقب افتادگی کشور میشه و در تمامی عرصه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دخالت میکنن، و شروع کردن به مذهب زدایی. ولی مشکلی که این وسط وجود داشت، در یک طرف یک ملتی بودن با سنت های عجین شده، و از طرف دیگه کسی که کشور را میخواست با زور به جلو ببره، و البته در این فعالیت ها تونست یک سری از مراکز مهمی مثل آموزش و پرورش و قوه قضاییه را که اینها مبانی اسلام در گرو این دوتا بود، و از روحانیت و دستشون رو کوتاه بکنه. ولی دولت رضاشاه اعمال نفوذ بر نهاد مذهب را در دستور کار خودش قرار داشت، و به غیر از حوزه علمیه قم، اصفهان و نجف که به صورت خودمختار فعالیت میکردن، بقیه جاها را کنترل میکرد. مثلا در دانشکده الهیات دانشگاه تهران یا مسجد سپهسالار، که داوطلبانی که میخواستن به وارد حوزه علمیه بشن، اول توسط اشخاصی که اونجا قرار داده بودن مورد صلاحیتشون رو میسنجیدن که آیا اینها به عنوان کسایی که میخوان به مردم آموزش دینی بدن صلاحیت دارن یا ندارن. یا کار دیگه که میکرد، کسایی را که روحانی اونا که میخواستن وارد کارهای دولتی بشن، میگفتش که حتما باید لباسشون رو در بیارن، لباس روحانیت رو در بیارن و یه لباس یا پوشش غربی یا کلاه سرشون بکنن و وارد کارهای یا ارگانهای دولتی بشن. و در همین دوره که این کارها رو انجام میدادن، وزارت آموزش نیز آموزش مذهبی را در مدارس دولتی اجباری کرده بود که با کنترل محتوای این دروس، عقیده ای را، هر عقیده ای که شکی در مذهب ایجاد میکرد، ممانعت میشد. و این سیر تحول در دوره رضاشاه باعث شد که یک دولتی برای تبلیغ و ترویج اسلام، نه برای تضعیف مذهب یا به صورت سکولار ایجاد بشه. برای اینکه زندگی سیاسی خود ایشون از با رهبری قزاق‌ها در آیین ماه محرم شروع شده بود، یعنی اینکه برای فرزندانشون هم اسامی نام‌های شیعه مثل محمد رضا، غلام رضا، علی رضا، احمد رضا، عبدالرضا و غیره انتخاب کرده بودند. و یا اینکه واعظای سرشناسی که در اون موقع در مسجد سپهسالار بودن، تشویق میکرد که برن بالای منبر و بگن که اسلام هیچ تضادی با تجدد نداره، و مثلا با علوم پزشکی، سینما، رادیو یا سرگرمی هایی که باعث روبه رشد است، مثلا فوتبال، هیچ تضادی با هم ندارن. تا اینکه میرسیم به زمانی که رضاشاه از قدرت خلع میشه و پسر جوانش محمد رضاشاه پهلوی به قدرت میشینه، ایشون رویه مخالف رویه پدرش رو در پیش میگیرن و با مراجع دینی رابطه خوبی برقرار میکنن، و در این دوره آزادی هایی که در مملکت برقرار شده بود، فرصتی دوباره برای احیای سنت ها به وجود اومده بود. مثلا آیت الله بروجردی که در زمام امور شیعیان را در دست داشت، با شاه رابطه خیلی خوبی داشت،
و تندروهای مذهبی را از دخالت در سیاست منع میکرد. روحانیانی مثل کاشانی و نواب صفوی که یکی از خواهان سهم در قدرت بودند، یکی خواهان حذف دولت مردان از قدرت. اما وجود آیت الله بروجردی یک تعادل بین اینا ایجاد میکرد و دولت رابطه حسنه ای با مذهب داشت. محمد شاه خودش تعلقات مذهبی داشت و در این حال با مذهب میخواست با کمونیسم مبارزه کنند. سختگیری های زمان پهل رضا شاه را نداشتن ایشون و روحانیت و گروه مذهبی را اجازه میدادن که فعالیت بکنن. محمد رضا شاه پهلوی خودش آدم مذهبی بود، باور خرافی و مذهبی شخصی داشت ولی اسلامگرا نبود. به دنبال نوسازی جامعه، حکومت در چارچوب مدرنیته ظاهری بود. البته نگاه ضد مذهبی هم به موضوع نداشت. به دنبال سازگاری بین مذهب شیعه و زندگی مدرن بود. و همه اینها باعث شد که به شرایطی برسیم که روحانیون فعالیت‌های بازتری داشته باشند و بتونن راحت‌تر فعالیت بکنن. و شاهد هستیم که در طول تاریخ ایران نیروی بسیج کننده اجتماعی زمان انقلاب 57 روحانیون بودند. تا حتی تا زمانی که خمینی زنده بود و روحانیت شیعه نیروی اصلی و بی‌رقیب در بسیج کردن مردم بودند. و فعالیت هایی که در زمان انقلاب و بعد از انقلاب انجام دادن و میرسیم به موضوعی که آقای شریعت مداری میخوام ازشون بپرسم. آقای شریعت مداری از فعالین سیاسی و دبیرکل شورای مدیریت گذار هستند و در تمام زندگیشون با تمام شرایطی که به وجود اومدن هم برای پدرشون هم برای خودشون، ولی مدام در حال مبارزه با اتفاقهایی که در جامعه ما میافتاد. حالا به هر صورتشون با وجود اینکه پدرشون روحانی بودن، ولی خیلی از جاها در مخالفت با روحانیون زمان خودشون بلند شدن و مبارزه کردن و در حال حاضر هم که به عنوان کسی که تو این شرایطی که در تبعید تشریف دارن، ولی با این حال چیزی به نام مدیریت گذار را گذاشتن که بتونن با این در این شرایطی که همه ما برای ایران آزاد و ایران آباد داریم فعالیت میکنه، میشنن به عنوان عضوی از این جامعه ایرانی دارن فعالیت میکنن. آقای شریعت مداری، سوالی که اینجا میخوام از شما بپرسم، اون چیزی که عرض کردم، روحانیت به عنوان یک نیروی برای بسیج کردن مردم همیشه در طول تاریخ بودن و حرکتی که مردم در زمان انقلاب 57 با بسیج میلیونی توده ها برای انقلاب به رهبری حضرت آیت الله خمینی انجام شد، آیا شخص آقای خمینی و یا اطرافیانشون خواهان انقلاب بودن یا اینکه فقط میخواستن یک حکومت اسلامی را برقرار بکنن؟ طبق همون چیزی که در کتاب آقای نواب صفوی به نام کتاب راهنمای حقایق نوشتن که اینا فقط آرزوشون این بود که یک حکومت اسلامی را در ایران داشته باشن و چیزی برای انقلاب اینا تدارک ندیده بودن. شما در این مورد چه فکر میکنید؟ خب با سلام به شما و همه عزیزانی که در اتاق هستن. ببینید، آقای خمینی در موقعی که رضا شاه رفت و هنوز شاه پایه‌های قدرتش رو استوار نکرده بود، در جواب کتابی به اسم اسرار هزار ساله که آقای حکیمی یکی از فرزندان به نام روحانیون نوشته بود و در اون به عقاید شیعه حمله کرده بود، جوابی نوشت به اسم کشف الاسرار و حمله کرد به حکیمی و نوشته اونجا آرزویی رو که داره بیان میکنه. اونجا میگه که تقصیر رضاشاه این بود که علما رو که بر طبق قانون اساسی باید طبق اصل تراز همه قوانین به توشیه اونها باشه راه نداد و اونها رو در حقیقت
به بازی نگرفت. روحانیون درجه یک باید مشاورین شاه باشند و شاه باید بر طبق رأی اونها عمل کنه. یعنی همون کاری، همون تئوری که ملا احمد نراقی داشت، ایشون به زبان دیگری بیان میکرد و اون این بود که در حقیقت حکومت اسلامی که مورد آرزوش بود این بود که همونطور که ملا احمد نراقی در تجویزیهی که برای فتح‌علی‌شاه نوشته می نویسد، از آنجایی که علمای شرع امکان اجرای احکام شرعی رو ندارند، ما این حکومت رو به شما تفویض می کنیم که احکام شرعی رو که علما تشخیص می دن شما پیاده کنید. معنای این هستش که در حقیقت حکومت اسلامی که اون موقع تصور میکرد ملا احمد نراقی و خمینی در کتاب کشف الاسرار نوشته، سلطانی بود عامل اجرای در حقیقت قوه مجریه علمایی که نظام رو اداره میکردن، حکومت اسلامی رو اداره میکردن و اون مانند فتح‌علی شاه در خدمت علما بود. البته رضا شاه از این قسم نبود، رفته بود و به محمد رضا شاه در حقیقت اینو می نوشت و می گفت که دست بگیر از این که پدرت که این کارو نکرد با چه خفتی از مملکت بیرون رفت. بنابراین خمینی قبل از فدایان اسلام آرزوی خودش رو نوشته. فدایان اسلام که آمدن و اون کتاب حقایق اسلام رو نوشتن و یک برنامه حکومت اسلامی رو چاپ کردن، در حقیقت خمینی در اون دوره از اطرافیان آقای کاشانی بود که واسطه آقای کاشانی با فدایان اسلام بود و خاطره‌ای که وجود داره وقتی که نواب صفوی رو گرفتن، ایشون میره پهلوی آقای بروجردی، برای اینکه از کسانی بود که آقای بروجردی رو از بروجرد اصرار کرده بودن که به قم بیاد و تا اون موقع جز به مشاورین آقای بروجردی بود و با آقای بروجردی میگه که به هر ترتیبیه شما باید باعث استخلاص نواب صفوی بشید و یک اعلامیه‌ای در محکومیت این دستگیری بدید. آقای بروجردی یک نوکر داشت به اسم حاج اثر گلکار که من بعدها دیده بودمش. او میگفت که آقای بروجردی با خشم منو صدا کرد، گفت که کمر این سید رو بگیر و پستش کن بیرون. من این کارو کردم و آقای خمینی از ترس آقای بروجردی دیگه تا فوت آقای بروجردی خونه نشین بود. آقای بروجردی چنین اقتداری رو داشت و در حقیقت درساش هم تا مثلا فرض بفرمایید که نیمه این سالها تعطیل کرده بود تا موقعی که یک درس کوچکی در یک مدرسه محمدیه گذاشت و تعدادی شاگرد می رفتن. قبل از اون آقای خمینی اصولا فقه درس نمی داد و کارش فلسفه بود، یعنی شرح اسوار ملا صدرا رو درس می داد و دو تا شاگرد هم بیشتر نداشت، آقای منتظری و آقای مطهری. آقای طباطبایی که قم اومد به خطری فلسفه رو خوب درس داد که درس آقای خمینی تعطیل شد و آقای خمینی ناچار در از این مدت که خونه نشین شده بود خب در حقیقت فقه درس داد. بنابراین ایشون در طول این مدت از اینکه مشاور سلطان باشه به وسیله فدایان اسلام به این آرزو رسیده بود که حکومت اسلامی تأسیس کنه. و اگر منظورتون از انقلاب، من نمیدونم که اگر منظورتون یک دگرگونی بنیادینه، این دگرگونی بنیادین در جهت ارتجاع در ایران شده، ولی اگر شما بر انقلاب یه بچه مترقی قائلید، بله ایشون در صدد ترقی مملکت به وسیله یک انقلاب بنیادین نبود.
آقای شریعت مداری، تا اونجا که من اطلاع دارم یکی از احزابی که بعد از انقلاب فعال بود که خیلی زود هم توسط عوامل جمهوری اسلامی سرکوب شد، حزب خلق مسلمان بود که شما و پدرتون مؤسس این حزب بودید. مایلم بدونم که اساسنامه و ایدولوژی که این حزب داشت چی بود و یا اینکه کسایی که گردانندگان این حزب بودن چه نوع ایدولوژی داشتن و چه فرقی با جمهوری اسلامی، با ایدولوژی جمهوری اسلامی داشت؟ بله، ببینید موقعی که انقلاب شد آقای بهشتی بلافاصله اعلام کرد که ما همه نیروهای اسلامی رو میخواهیم در یک تشکل جمع کنیم و این تشکل حزب جمهوری اسلامی. آقای خمینی ابتدا مخالف بود به خاطر اینکه اصلا فکر میکرد که اون رهبر کاریزماتیک که شده اگر تشکیلاتی درست بشه و قدرتی پیدا کنه بالاخره بخشی از این قدرت نصیب اون تشکیلات خواهد شد و نمیدونست که چی پیش میاد، ولی به تدریج اصرار کردند و قبول کرد. وقتی قبول کرد اینها به شدت این سیستم تکزبی رو که از بلوک شرق گرفته بودند با تلفیق با ایدئولوژی اسلامی میخواستن انجام بدن. ما به این فکر افتادیم، البته پدر من مؤسس حزب نبود، پدر من در حقیقت حمایت کرد از این حزب، مؤسس حزب من و چند نفر دیگه بودیم. ما به این فکر افتادیم که این نظام تک حزبی در حقیقت اگر مستقر بشه ما سالها زیر یوغ یک حزبی خواهیم بود که سیستماتیک سرکوب خواهد کرد مثل اون کشورها. به هر نحویس باید جلوی اینو گرفت. منتها احزابی که سکولار بودن اون قدرت رو در اون زمینه نداشتن. ما فکر کردیم فقط یک حزب مذهبی میتونه این قدرت رو داشته باشه و اونم موقعی که از پشتیبانی آیت الله شریعت مداری که خب اون موقع از رهبران مهم اون زمان بود برخوردار باشه. بنابراین حزبی که ما گذاشتیم یک حزب سکولار نبود، ولی حکومت اسلامی رو از مبنایش کدومشون قبول نداشتن. در اساسنامه نمیتونستن بنویسن برای اینکه اون وقت ما مثلا در عنوان حزب نوشته اول بود حزب خلق مسلمان ایران، اینا گفتن که شما جمهوری اسلامی رو میخواهید یک جمهوری خلق مسلمان هم در مقابلش آلترناتیو قرار بدید و شما برانداز نظام هستید. ما برای اینکه این اتهام ابتدایی رو که با ما مبارزه میکردن جلسه کردیم و اسم و تغییر دادیم به حزب جمهوری خواه خلق مسلمان ایران و این الهام از این گرفته بود که پدر من در مصاحبهش با گاردین گفته بود که جمهوری اسلامی معنی نداره، اسلام یک شریعت و جمهوری حکومت اکثریت مردمه که پای صندوق رأی میرن و به وسیله رأیشون مملکت رو اداره میکنن، اینا با هم به هیچ وجه قابل تلفیق نیست و جمهوری اسلامی بی‌معنیست. ما گفته و ایشون گفته بودن اگر هم معنی داشته باشه معنیش اینه که مردم ایران در اکثریت مسلمانند و بنابراین این صفتی میشه بر مردم ایران نه صفتی بر جمهوری. ما از این استفاده کردیم و گفتیم که جمهوری خلق مسلمان ایران و حزب خلق مسلمان به وجود اومد. به اون هدفمون که جلوی حزب جمهوری اسلامی رو بگیریم در حد زیادی در حقیقت موفق شدیم. حزب جمهوری اسلامی دیگه کارش نگرفت. بزرگترین تظاهرات بر علیه ولایت فقیه رو که تظاهرات مدنی و غیر خشونت آمیز بود در تاریخ ایران حتی از تظاهرات سال 88 هم گسترده تر ما در حقیقت حزب خلق مسلمان انجام داده بر علیه ولایت فقیه. آقای شریعت مداری، تا اونجا که من اطلاع دارم این حزب در شهر قم و تبریز بیشتر فعال بود، یا اینکه شما فکر میکنید طرفداران این حزب از دیگر اقوام مثل فارسان بودن یا اینکه فقط ترک ها بودن که از این حزب حمایت میکردن و شاید اگر
حالا اگه این طور هست که فقط ترکا بودن، آیا ملیتی اگر این قومیتی نمیشد و بقیه اقوام هم میتونستن در این حزب وارد بشن و فعالیت بشن، آیا موفقیتش بیشتر نبود؟ خب این حزب اولا ما عضو ارمنی هم داشتیم، اصلا اینطور نبود. به تعداد زیادی ما مثلا در هیئت مؤسسش دو سومش فارسن، اصلا ترک نیست. مونتا مقلدین پدر من اغلب آذربایجانی ها بودن و وقتی ایشون حمایت کرد طبعا آذربایجانی های بیشتری روی آوردن، ولی در هر جایی هم که آذربایجانی ها مثل کرج، مثل مشهد، مثل کردستان، مثل مریوان، مثل شیراز، مثل اصفهان بودن، اونها همه عضو حزب خلق مسلمان شدن و علاوه بر اون فارسای زیادی هم از ارتش و نیروهای انتظامی و مثلا فرض بفرمایید که از اعضای کانون نویسندگان و ما کلی از این اعضا داشتیم. بیش از 4 میلیون عضو این حزب پیدا کرده بود و ما در ثبت نامشون مشکل داشتیم. فقط آذربایجانی‌ها نبودن، ولی اکثریت با آذربایجانی‌ها بود. ما جلوی کسی رو حزب نگرفته بود، ولی خب طبیعتا اینطور شد. آقای شریعت مداری، چیزی که حالا جمهوری اسلامی بیشتر ادعا کرده این هستش که حالا دلیلی که برای از بین بردن این حزب بیشتر جمهوری اسلامی ادعا میکنه اینه که این حزب قصد داشتن که از آقای بختیار دعوت بکنن به ایران و یک حکومت به نام ایران آزاد را تشکیل بدن. این حرف تا چه حد صحیحه؟ چون جمهوری اسلامی همچنین ادعایی را کرده در مورد حزب خلق مسلمان و دلیل از بین بردنش. نه خیلی، این کاملا خلاف دروغه. با آقای بختیار اصلا تماسی نبود از طرف حزب و از طرف مؤسسین حزب و این اتهامش که زدن، علاوه بر این گفتن حزب خلق مسلمان قصد جدایی آذربایجان رو داشته که اون هم ادعای خلافی بود. و خب معلومه وقتی میخوان حزبی رو منحل کنن دنبال بهانه هم هستن دیگه. آقای بختیار هم در این زمینه هیچ کار، نه در خاطراتش نه در مصاحبه هاش، یک چنین مطلبی رو نگفته و این خلاف صرف. آقای شریعت مداری، که موضوع دیگه که بیشتر اینو البته الان که داستان حالا سلطنتی و سلطنت خواهی بیشتر شده، خب این که توی تاریخ وجود داره و بیشتر پررنگتر شد اینه که یک داستانی بر سر زبون ها هستش که در سال 42 گویا شاه قصد داشتن که امام خمینی رو اعدام بکنن، ولی آیات اوزا مثل آملی تهرانی و آقای شریعت مداری و میلانی با معرفی خمینی به عنوان مرجع تقلید از اعدام و جلوگیری کردن. طبق قانون اساسی مجتهدین رو نمیتونستن مجازات کنن یا اعدام کنن، این در حالی که در صدر مشروطه خواها مجتهد بزرگی مثل فضل الله نوری را به دار آویختن. حالا سوال اینجاست که اصلی که اینا به اون اشاره کردن وجود داره اصلا؟ چون حقیقت ناگفته‌ای که در این داستان پنهان هستش اینه که ظاهرا آقای شریعت مداری برای جلوگیری از اعدام خمینی با شاه تماس نگرفتن، درسته؟ فکر کنم حالا از زبان شما بشنویم که این اتفاق کلا چی بوده. آقای شریعت مداری با شاه تماس گرفتن یا اینکه شاه بودن که با آقای شریعت مداری تماس گرفتن و از اعدام خمینی جلوگیری کردن؟ بله، ببینید، شاه در یک سخنرانی گفته بود که آقای خمینی باید به دادگاه صحرایی در دادگاه صحرایی محاکمه بشه به جرم اقدام بر علیه امنیت کشور. معمولا این کار با اشد مجازات که اعدام بود، دادگاه صحرایی معنیش این بود. بعد از این کار پشیمون شده بود و دنبال یک راه حل آبرومندانه میگشت. آقای علی آبادی دادستان وقت و سراغ پدر من فرستاد و ایشون گفت که شاه میخواد به نحوی از این در حقیقت هچل خلاص بشه. چیکار میشه کرد که بدون اینکه حرف خودش رو نقض کنه؟ در همین حیث و بیس خود اونها
پیشنهاد آوردن که اصل 4 قانون اساسی که اسمش اصل ترازه، به این دلیل به اصل تراز معروفه قانون اساسی سابق، که 5 نفر از مجتهدین درجه 1 رو در ردیف قانون قرار میده و میگه که هر قانونی رو که اینها توشیح نکنن رسمیت پیدا نمیکنه. این البته در زمان رضا شاه عمل نشده بود، از صدر مشروطه به بعد هم چندان جدی گرفته نشده بود، برای اینکه تا زمان رضا شاه روحانیت به قدری مسلط بود که احتیاج به این کمیسیون 5 نفره نداشت و میتونست کنترل کنه. زمان رضا شاه هم رضا شاه نمیخواست این میدون رو به روحانیت بده، دوره شاه هم این کار نشده بود، اما قانون بود. به این دلیل آقای علی آبادی گفت که آقای خمینی اولا مجتهد بود، جرمش هم فقط یک سخنرانی بر علیه شاه بود. خمینی سال 57 نیست که رهبر انقلاب، خمینی که آمده یک سخنرانی در مسجد اعظم کرده و بعد شاه میخواد اعدامش کنه، همونطور که الان ما هر کسی رو حکومت بخواد این کار رو بکنه سعی میکنیم نجاتش بدیم. اون موقع خیلی طبیعی بود که پدر من همکلاس سابق خودش رو در درسای اشرف عبدالکریم حریری بخواد که از این اعدام نجات بده. وقتی شاه هم این رو خواست، خب ایشون مجتهد بود، مرجع نبود. فرق مجتهد با مرجع اینه که مرجع مجتهدی است که در حقیقت تبلیغ کرده و عده مقلد داره و در حقیقت وجوهات شرعی میدن و او به شاگردانش در حوزه میده. آقای خمینی یک چنین تشکیلاتی نداشت، یک مدرس گمنام بود ولی مجتهد بود از لحاظ علمی، یعنی درس خونده بود. بنابراین پدر من با آقای میلانی و آقای آملی تهرانی این رو تایید کردن و خمینی تبعید شد به جای اینکه به دادگاه صحرایی تبعید بشه. پس در این روایت یکی سلطنت طلبا امروز نمیگن که این ابتکار شاه بود، این رو به آیت الله شهید مداری نسبت بده. دو، نمیگن که نجات از انسانی که یک سخنرانی کرده موقعی که معلوم نیست در آینده انتهای فیلم چیه یک عملی انسانی است. معلوم نبود که خمینی، اصلا کسی خواب نمیدید خمینی رهبر بشه. و از اون طرف دیگه حقیقتی رو ایشون نوشته، ایشون چیز خلافی ننوشته و از قوانین موجود ایران استفاده کرده، از قوانین شرعی استفاده نکرده، از همون قانون اساسی که موجود بود استفاده کرده. خیلی ممنون، متشکرم. آقای شهادت‌مداری، در زمانی که مردم در زمان انقلاب میلیون ها نفر دست به خیابونا ریخته بودند و خواهان تغییر رژیم حکومت پهلوی بودند، به جای اینکه این همه سیستم به هم بریزه، آیا میتونستن اون زمان به نظر شما با یک رفراندوم و حفظ ارتش و نیروی انتظامی از فروپاشی نظام جلوگیری بکنن؟ آیا واقعا یه همه پرسی که اون دوره تفکر عاقلانه ای نبود؟ اگر اینطوری بود چرا اون موقع واقعا اوغلای قم، حتی اوغلای قم در این مورد فکری نکردن؟ اینکه مثلا خمینی برحال اون اواخر به عنوان رهبر این انقلاب، حالا شاید 2-3 ماه آخر که دیگه به عنوان رهبر انقلاب مردم دنبالش بودن، ولی همون موقع هم با وجود اینکه خب کسایی که در قم نشسته بودن صلاحیت های ایشون رو در مورد سیاست میدیدن، ولی کسی اعتراض به این مورد نداشت. نه خیلی اینطور نیست. پدر من تا آخر اسم آقای خمینی رو اصلا امام نگفت. از اون طرف دیگه تا آخر به شاه انتقاد نمیکرد، ایشون هیئت حاکمه میگفت، یعنی به هیئت حاکمه انتقاد داشت و رفرم میخواست. ایشون صراحتاً در بیش از شاید 50 مصاحبه با مجلات بزرگ و تلویزیون های خارجی بازگشت به قانون اساسی 1906 رو خواستن، با این استدلال که 2 مجلس مؤسسان رضا شاه و شاه اختیارات سلطنت رو طوری زیاد کردن که اساس دموکراسی مختل شده و برای بازگشت به دموکراسی ما باید به قانون اساسی متمم قانون اساسی مصوب سال 1906 برگردیم.
بنابراین ایشون اینو گفتن، دائما گفتن، نه عده دیگری هم گفتن، ولی اونا خب نفوذ کلام نداشتن. ولی پدر من اصلا دلیل مخالفت خمینی با پدر من همین مواضع ایشون بود قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. و عرض به خدمتتون که بعد مدل هایی هم پیشنهاد شد با آقای خمینی، ایش کدوم رو نپذیرفت، البته شاه خودش هم نپذیرفت. مدلی که پیشنهاد شده بود و پدر من در اون نقش داشت این بود که یک شورای سلطنت تشکیل بشه. ابتدا بنا بود خانم فرح و آقای ابتهاج و علی امینی باشند، بعد که خمینی قبول نکرد قبول کردن که بازرگان و بهشتی و عرض به خدمتتون یه عده از اینا باشند. شاه خانم فرح رو نپذیرفت برای شورای سلطنت، دسته که هم میدونست مریضه، ما که نمیدونستیم، خود ایشون میدونستن مریضه، ولی نپذیرفتن. اون شورای سلطنت هرگز رسمیت نیافت، نه خمینی قبول کرد و نه شاه. یعنی رفرم رو شاه هم نمیپذیرفت، آقای خمینی هم نمیپذیرفت. دسته که اگر اون دوره ما سه تا راه حل داشتیم، سه تا سناریو در نظر ما مجسم بود. اگر با مبارزات مسلحانه میشد چپ ایران میومد و ما تحت سیطره بلوک شرق می‌رفتیم، اگر به وسیله انقلاب می‌شد خمینی می‌اومد، اگر این تغییرات به وسیله مجلس که داشت تغییر پیدا کرده بود همه چیزش و حاضر بود جمهوری اعلام کنه، اگر به وسیله مجلس می‌شد، خب اون وقت بود که احزاب می‌تونستن جون پیدا بکنن و یک دموکراسی برپا کنن. آقای خمینی شدیداً مخالف هر دوی اون کیس های دیگه بود و فقط یک تغییر رو با ریختن مردم توی خیابون میخواست، برای اینکه مطمئن بود در اون صورت او صاحب قدرت میشه. درستم، چون مطمئن کنم اگه در همون موقع هم اگه خمینی و طرفداراش اگه مثلا اعتراض های کسایی که توی حوزه بودن حالا برای خمینی به عنوان کسی که خودش رو رهبر مبارزین حالا اون موقع معرفی کرده بود، اگه اعتراض شدید دیگران بود ایشون به عنوان یک حزب بمونن در داخل کشور، نه به عنوان یک کسی که بیاد جمهوری اسلامی رو به عنوان یک حکومت یا دولت برپا بکنه، شاید ترسشون به خاطر این بود که اگه به صورت حزب میمون محدودیت فعالیت داشت، بعد از مدتی حالا اگه اون قراردادهای جهانی رو در نظر بگیریم شاید بعد از 4 سال به خاطر اینکه باید رأی گیری میشد که دوباره بیاد سر کار یا نه، خب این باعث میشد که ایشون حذف بشن. طبیعتاً بعد از این همه اتفاقهایی که بعد از انقلاب افتاد اگر مردم اینو میدیدن که دو چه شرایطی قرار گرفتن، طبیعتاً برای دور دوم خمینی به عنوان کسی که با رأی گیری میخواست حتی خودش و طرفدارانش در کار بیان، طبیعتاً این اتفاق نمیافتاد، رأی نمی آوردن بعد از 4 سال. که خب اگه فشار مراجع از طرف، حالا شما میفرمایید پدرتون مخالف بودن، ولی اگر کسای زیادی، تعداد زیادی از کسایی که توی قم بودن یا حالا توی نجف بودن اعتراض به این مورد داشتن، خب میتونست فعالیت‌های خمینی رو فقط به عنوان یک حزب پذیرن که 4 سال دیگه این حزب بره کنار یک حزب دیگه بیاد، در حالی که متاسفانه خب همه حزب‌ها درشون بسته شد، فقط شد یک حزب، حزب جمهوری اسلامی که تا به امروز هم که گرفتارش هستیم. بله، اولا که پدر من با 2 نفر دیگه از مراجع اعلامیه مشترک میدادن، آیت الله مرعشی و آیت الله گلپایگانی، و این چیزایی که پدر من میگفت در اون اعلامیه‌های سگانه بود، اینطور نبود که تناس. آقای خویی و قبلا آقای حکیم هم مخالفت میکردن با آقای خمینی، ولی مردم بودن که چون شاه در حقیقت از دوران رضا شاه در طول این 2 دوره مردم آپولیتیک شده بودن، یعنی به استثناء یک دوره کوتاهی، یعنی از آمدن شاه تا سال 1332 که کودتای 28 مرداد شد، مردم یه تجربه کوتاه سیاسی پیدا کردن. بعد از اون از سال 1332 تا انقلاب 57 احزاب تعطیل شد، که جبهه ملی و نهضت آزادی اعلام سیاست صبر و انتظار رو کردن، یعنی گفتن که ما
فتیله حرکتمون رو پایین میکشیم، هر چند وقت یه بار یک اعلامیه میدیم و صبر و انتظار میکشیم تا این شاه بره ببینیم بعد چی میشه. خب در یک همچین حالتی مردم هیچ آشنایی با سیاست نداشتن. وقتی یک نفر گفت شاه باید برود، به قدری این تنین داشت در مردمی که شاه رو قدر قدرت میدیدن که عکس خمینی رو وقتی تبلیغ کردن تو ماه دیدن و عده زیادی طرفدار در حقیقت پروبا قرص عوام پیدا کرد. بنابراین در حقیقت مبارزه سزلی شده بود برای امثال مرحوم پدر من. یک طرف خمینی بود که بعد مهارش میکردن، یک طرف شاه بود که هیچی رو قبول نمیکرد تا لحظه آخر. مثلا شما میدونید مرحوم صدیقی شرایطی گذاشت شاه قبول نکرد و تا موقعی که مجبور نشد و دیر شده بود که آقای بختیار اومد کسی رو قبول نکرد. افرادی رو مثل شریف امامی که خوشنام نبودند، یا ازهاری رو که یک ژنرال در حقیقت غیر سیاسی کار ندانم کار بود سر کار می آورد، ولی هیچ کدوم از سیاست مدارها رو نمی گذاشت بیان سر کار. بنابراین در وضعیت دشواری بود، برای اینکه مبارزه سزلی بود و خمینی به تدریج توانسته بود اینو پولاریزه کنه، یعنی وضع زل سوم رو خیلی کم اقتدار کنه. پدر من علاوه بر اون دو مرجع، خب با جبهه ملی و نهضت آزادی هم در تماس دائم بود. منتها جبهه ملی و نهضت آزادی وقتی خمینی نفلاشات رو رفتن و با آقای خمینی ساختن، برای اینکه آقای خمینی و دکتر یزدی در پاریس به اینا گفتن که ما با سیمرمن و آمریکایی‌ها توافق کردیم و کار تمومه، شما بی خودی وقتتون رو با آقای شریعت مداری تلف نکنید. و اینا وقتی اینو فهمیدن خب جذب آقای خمینی شدند. آقای شهرمدگی، ماجرای کودتای قطبزاده و اتهامی که به پدر شما زده بودن هم فکر میکنم جالب باشه. بله، آقای قطبزاده وقتی که مخالف شد با دستگاه، مخالف خمینی نبود، ایشون میگفت که من فرزند آقای خمینی هم و هر مخالفتی میکنید پای خمینی رو وسط نکشید. ولی حزب توده به این فکر افتاد، ببینید یک کتابی چاپ شده در آمریکا که رئیس آرشیو KGB اونو چاپ کرده به اسم میتروخین. اسم این شخص میتروخین بود، میتروخین آرشیو در حقیقت خاطرات میتروخین هست از آرشیو اسناد شوروی. شوروی اون روز به این صرافت افتاده بود که آمریکا باید از ایران اخراج بشه و برای این کار کسانی که اسمشون لیبرال شده بود و در جامعه ایران به لیبرال یعنی به معنای دیگری به ضد روس معروف بودن باید حذف می شدن. ایشون می نویسه که 4 نفر رو ما در دستور داشتیم حذف کنیم: آیت الله شریعت مداری، بازرگان، قطبزاده و بنی سعد. و فکر میکردیم که اگر این 4 نفر حذف بشن، عرض به خدمتتون که ما به تدریج میتونیم که جایگزین در حقیقت غرب در فضای ایران بشیم. ایشون میگه که کاری که ما کردیم، به حزب توده دستور دادیم که دوروبر آقای قطبزاده آدم بذاره و اونو تشویق به یک کودتا بکنه. حزب توده 2 نفر از افسران مهمشون، یعنی آقای عطاری و آقای کبیری رو که یکی رئیس نیروی زمینی بود یکی هم یه سمت بسیار بالایی در ارتش داشت، میفرسته سراغ آقای قطبزاده و اونا میگن که همه ارتش در اختیار ماست و شما کافیه که لب تر کنید و ما این کار رو خواهیم کرد. آقای قطبزاده هم عده‌ای رو میفرسته خارج و سعی میکنه که پول جمع کنه. این وسط اون 2 نفر و یکی 2 تا دیگه از حزب توده مثل رسول مهربان و عرض به خدمتتون آقای پرتوی که نفوذ کرده بودن در دوروبر قطبزاده، به قطبزاده تلقین میکنن که تو باید حمایت مذهبی داشته باشی
بفرست سراغ آقای شریعت مداری از تو حمایت کنه، وگرنه مردم اگر کودتا بکنی میریزن تیکه تیکت میکنن. باید یک مرجعی باشه که آرامش رو حفظ بکنه. ایشون یک شخصی رو به اسم مهدوی که یک پیشنماز یک مسجد بود و در جوانیش، یعنی اون موقع هم جوان بود، مثلا 10 سال قبل از اون ابتدای انقلاب، چون فساد اخلاق داشت، پدر من اونو از مسجدی که در نازیاباد بود اخراج کرده بود و جاش آقای حسینی نامی رو آورده بود. بعد این آقا رو یک نفر از کسانی که پدر من اون رو قبول داشت میاره قوم و میگه که ایشون سنی ازش گذشته، الان در مسجدی در قلعه نماز میخونه، پیش نماز دیگه، اون آدم قبلی نیست و میخواد از شما در حقیقت عذرخواهی بکنه نسبت به اون کارا. میاره به ملاقات پدر من. اون در ملاقاتی که میکنه، پدر من یک پولی رو گذاشته بودن در صندوق های قرض الحسنه که اون موقع بود، موقعی که کسانی احتیاج پیدا میکردن بهشون قرض میدادن، به اون صندوق میگفتن که ازش سفته بگیرن و قرض ها رو پرداخت کنن. این آقای مهدوی آمد و شرح مفصلی که من خونه ندارم و اینا، یک قرض 150 هزار تومانی از پدر من گرفت. از اون وقت از کجا؟ از صندوق ذخیره جاوید که همه پدر من آگاهانه از حسابی که اونجا بود نوشتن، چون احتمال میدادن که این بازی باشه. صندوق ذخیره جاوید عسکر اولادی و بقیه رو اساش بودن و از اونا خواست که از این سفته بگیرن، اونا هم سفته گرفتن و این پول رو دادن. بعد این پول رو جمهوری اسلامی بهانه کرد به پدر من قطعه میخواد یه همچین کارهایی بکنه. پدر من گفته بود که خودش و مردم رو به کشتن میده، یک چنین کاری درست نیست. میتروخین مینویسه که ما یک تلگرافی جعل کردیم از طریق پایگاه خودمون در قاهره که به کد مخفی پایگاه آمریکایی‌ها در قاهره دسترسی پیدا کرده بودیم، به تحت عنوان تلگرام یک آدم بسیار متنفذ از کنگره آمریکا به سفارت آمریکا تو ایران که آقای قطب‌زاده با پولی که ما بهش دادیم میخواد کودتا بکنه، بهش کمک بکنی. این تلگرامو فرستادیم به هانالحسن، نماینده نهضت فلسطین در ایران، که این رو برسونید به دست احمد خمینی و افشاش بکنید. این تلگرام جعلی رو هانالحسن میده به احمد خمینی، احمد خمینی میده به ری شهری و ری شهری رو مأمور میکنه که این کودتا رو. در حقیقت هدف هم میتروخین و هم احمد خمینی حذف آیت الله شریعت مداری بود، نه کودتا، و این کار رو با موفقیت کردن. با یک تیر دو نشان زد، دستگاه شوروی هم قطب‌زاده رو حذف کرد و هم آیت الله شریعت مداری رو. در فرصت بعدی بازرگان رو حذف کردن و در فرصت بعدی هم بنی صدر رو، یعنی هر 4 نفری رو که نقشه کشیده بودن تونستن. و امروز هم میبینید روسیه جایگزین، طوری جایگزین خلق شده که در برجام سهم میخواد و برجام رو تعطیل میکنه و حکومت ما دست نشانده این روسیه شده. در حقیقت این کودتا رفع موانع بر سر راه شوروی اون موقع بود. دلیل اینم که با پدر من در افتاده بودن این بود که موقعی که افغانستان رو گرفتن، پدر من اعلامیه‌ای داده بود و این کار شوروی رو شدیداً محکوم کرده بود و پدر من پیروان زیادی تو افغانستان داشت و این شوروی ها به این دلیل بر علیه پدر من شد. آقای شریعت مداری، در جریان انقلاب، اون زمانی که حالا در شروع انقلاب بود، انقلاب 50، بسیاری از سران ارتش برای اینکه جونشون رو نجات بدن به خونه روحانیون پناهنده شده بودن و یک شایعه هایی هست که حالا اینکه درست و غلطش رو خب به هر حال از زبان شما دوست داریم بشنویم، که تیمسار قره‌باغی در منزل آیت الله شریعت مداری مدت ها پنهان بوده. این شایعه یا این گفته چقدر حقیقت داره؟ نه، کاملا غلطه. آقای قره‌باغی رو ما نمیشناختیم با وجود اینکه آذربایجانی بود،
و عرض به خدمتتون خاطرات ایشون هم چاپ شده. ایشون می نویسه روز به روز کجا مخفی بوده. این اصلا اینطور نیست و آقای قرباقی تحت حفاظت سفارت آمریکا بود، برای اینکه وقتی این جنرال هایزر اومد در حقیقت به کمک قرباقی ارتش رو تسلیم کرد، بنابراین اصلا جونش به اون معنی در خطر نبود. میترسیدن آقای قرباقی تو خاطرات چم مینویسه میترسید که این کمیته هایی که هیچی خبر ندارن بگیرنش و در منزل بستگانش مخفی شدن. و تا اونجا که من اطلاع دارم آقای بیدابادی هم تو خونه یکی از روحانیون در همون تبریز پنهان شده بودن، حالا این هم نمیدونم چقدر واقعیت داره که آقای بیدابادی هم ظاهرا در منزل یکی از روحانیون، چیزی که وجود داره حالا توی تاریخ، حالا درست و غلطشو من شنیدم که منزل آقای قاضی ایشون پناه آورده بوده ولی خبر نداره دقیقا. من درسته. آقای شهید مداری، شما فکر میکنید با این اتفاقهایی که هم برای پدر شما افتاد هم برای خب کسانی که هم فکر ایشون بودن، آیا دخالت روحانیون در سیاست کار اشتباهی نبود از اول؟ ببینید، دخالت باید معنی بشه. روحانیت یک دخالت داشت برای کسب قدرت حکومت و اونو پدر من از اساس باش مخالف. یک دخالت دیگه ای داشت به این معنی که چون احزاب تعطیل شده بود مطالبات مردم رو باید یکی نمایندگی میکرد. تنها نیرویی که در اون شرایط میتونست نمایندگی کنه روحانیت بود، برای اینکه شاه تعطیل کرده بود احزاب، یعنی روحانیت احزاب رو تعطیل نکرده بود، شاه تعطیل کرده بود، مردم مطالبات خودشون رو میخواستن مطرح کنن، هیچکی جرأت نداشت. بازار متحدی که پیدا میکرد که حرفاشو بزنن در حقیقت روحانیت بود. و علاوه بر بازار، مردم کوچه و خیابون هم همینطور بودن. مثلا فرض کنید که شاپور غلامرضا یک کارخونه نوشابه سازی توی ارومیه، ایشون سهامدار عمدهش بود، درست کرده بودن و باغات مردم رو گرفته بود. خب یکی باید جرأت میکرد میگفت که اینو غصب کردید، باید جاشو پولا رو بدید دیگه، و کسی جز روحانیت حریف اینا نبود. دلیلش این بود که احزابی که میتونستن باشن همه بعد از 28 مرداد تعطیل شده بودن و سرانشون دائما زندان بودن، یعنی داوطلبانه نبود این کار. این کار یک نوعی در فقه بهش میگن وجوب کفایی، یعنی مثل اینکه مرده یکی افتاده زمین کسی نیست اینو بلند کنه. روحانیت وظیفه خودش میتونه این کارو بکنه، حالا به غلط یا درست، منظورم اینه وقتی یک کاری صاحب نداره. خب روحانیت یک انجیوی بسیار گسترده و پرقدرت بود، مردم طبعا میومدن سراغش که این کار رو انجام بده. به این معنی چاره دیگه ای نداشت. باید مثلا اگر من به جای روحانیون اون موقع بودم مبارزه زیادی میکردم که احزاب آزاد بشه، که متاسفانه روحانیون این سطح از فهم دموکراتیک رو نه اونها بلکه اغلب مملکت ما نداشتن و این کار منتقل میشد اون وقت به احزاب، ولی متاسفانه این کار نشد از طرف روحانیون، چون یه چنین فهم دموکراتیکی هم از جامعه مبتنی بر دموکراسی نداشتن. احزاب سیاسی هم سراغ روحانیون نمی اومدن که این کاری رو که میکنید خب در جهت آزادی احزاب ما بکنید، و دو طرفه بود اشکال، ولی خب متاسفانه این بود دیگه. ولی در همون موقع آقای بروجردی مخالف دخالت روحانیون در سیاست بود، فکر کنم پدر شما هم مخالف بودن. ولی نیست، نه، آقای بروجردی دخالت داشتن، آقای بروجردی به این معنی دوم دخالت داشت. آقای بروجردی مخالف حکومت اسلامی بود شدیدا و میگفت که حکومتی رو که ما فقها تشکیل بدیم دیگه هیچ کسی نمیتونه از دستمون در بیاره، برای اینکه عین استبداد میشه. و حرف ایشون درست و دین رو هم از بین میبریم، این حرف ایشون هم درست. ولی به این معنی که دائما ایشون مثلا فرض بفرمایید که زندانی های سیاسی رو سعی میکرد آزاد کنه،
سعی میکرد که افرادی رو تقویت بکنه در جامعه. به این معنی دخالت داشت آیت الله بروجردی. با این شرایطی که در حال حاضر به وجود اومده، به هر حال خواهناخواه روحانیت حکومت رو گرفتن و حکومت اسلامی رو بنا کردن و 40 و اندی سال هم هستش که دارن حکومت میکنن، آینده روحانیت رو در این دوره از تاریخ چطور میبینید شما؟ خب منظورمون روحانیت ایرانه در حقیقت، روحانیت بله. روحانیت شیعه خارج از ایران که این لطمات رو ندیده. روحانیت شیعه داخل ایران مرجعیت خودش رو در جامعه از دست داده، به این معنی که دلیلش هم اینه که اون فلسفه اصلی که شیعه بر اساس اون بنا شده بود با وقوع انقلاب اسلامی به عکسش تبدیل شد. فلسفه شیعه این بود که تا زمان ظهور امام غائب هیچ حکومت الهی امکان تشکیلش نیست، برای اینکه یک حکومت الهی باید دارای عدل کامل و علم کامل و پاکی کامل باشه، معصوم باشه، و این کار جز در امامان ما متجلی نمیشه. نمیخوام از این عقیده دفاع کنم، منظورم اینه که این یک فلسفه بود که زیرکانه طراحی شده بود برای اینکه روحانیت رو در کنار مردم و بر علیه قدرت حاکم زورگو قرار میداد و خودش هم در حکومت دخالت نمیکرد. بنابراین در حقیقت یک نوعی یک انجیوی خودانگیخته از طرف مردم بود که قدرت خودش رو از حمایت مردم و بر علیه حاکم ظالم میگرد. مردم به دو جهت به این روحانیت در اون دوره ها احتیاج داشتند. یکی اینکه یک قدرت بزرگی بود و تنها قدرتی بود که موازنه نسبی به وجود می آورد در مقابل سلطان. دوم این بود که در مقابل بیقانونی که یک نفر تیران به اسم سلطان همه کاری می کرد، بالاخره فقه محدودیت های قائل بود و فقه بنابراین خیلی فراگیر شد تو اون دوره ها، برای اینکه در قرون وسطا همینطور بود، برای اینکه هم کلیسا و هم مسلمونا در مقابل سلطان زورگوی ددمنشی که به زور لشکریانش حلقوم مردم رو میکشید تنها یک جا داشتن و اون این بود که به اسم قوانین الهی یک نوع محدودیت هایی رو اعمال کنند و بنابراین فقه انقدر ستبت شد، یعنی اسلام مساوی شد با فقه، برای اینکه یک چنین احتیاجی تو جامعه بود. منتها موقعی که دموکراسی در غرب به وجود اومد اثرش رو تو ایران هم گذاشت، به تدریج این فقه این مقام خود رو داشت از دست میداد. در حقیقت دستگاه روحانیت به وسیله آقای خمینی تقلا کرد که همه قدرت رو بگیره تا مدت‌ها این قدرتی رو که داشت از دست میداد بتونه دوباره بازسازی کنه. منتها با این کارش از یک انجیوی متکی به مردم بر علیه قدرت تبدیل شد به یک حاکم ظالمی که مردم رو سرکوب میکنه. بنابراین اون اقبالی رو که از روحانیت در اون دوره ها بود به یک باره از دست داد و الان جزء گروه مرجع نیست. شما برای اینکه این وضع رو بتونید خوب درک کنید، در بقبقه انقلاب روحانیت 20,000 تا طلبه توی حوزه قم داشت و حدود 15,000 تا مداح و منبری و روزخون و از اینجور چیزا، میشد 35,000 تا. اینا در هر دهکوره‌ای هم بودن، در شهرها هم بودن، نفوذ معنوی یگانه‌ای هم داشتن به اون دلایلی که گفتم. خب اینا از دست دادن. در مقابل این امروز یک کانون سنفی معلمان داریم که اولا 350,000 تا عضو داره از 1,000,000 معلم، از 1,000,000 خورده معلم، در هر دهکوهی هم هستن، نفوذ معنویشون هم الان به مراتب بیشتر از روحانیت فعلیه. اگر اون موقع روحانیت باعث شد که یک دستگاهی باشه و مملکت دچار فروپاشی نشه وقتی وضع به هم خورد، الان مسلما دستگاه
معلم ها، کارگر ها، NGO هایی که وجود دارند به مراتب قوی تره و ایران دچار فروپاشی اجتماعی نخواهد شد. آقای چرتنالی، توی صحبتاتون شما به حضور آقای عسکرولادی اشاره کردین. آنجایی که من اطلاع دارم آقای عسکرولادی جزء هیئت مؤتلفه هستن، در حال حاضر هم که همینطور. آیا پدر شما با هیئت مؤتلفه هم همکاری میکردن؟ ببینید، هیئت مؤتلفه هیئتهایی بودن که دوربر آقای خمینی هستن تشکیل شده بودن برای اینکه ایشونو به رهبری برسونن و از بعد 15 خرداد از مهمترین مخالفین پدر من هیئت مؤتلفه بودن. صندوق ذخیره جاوید ایشون یکی از اعضایش بود. بازاریا تشکیل داده بودن. ایشون اون موقع لامپا میفروخت، کسی نبود قبل از انقلاب. آقای عسکرولادی بعد از انقلاب و با اولا هر دوشون فوت کردن، الان نیستن. این که شما میگید هر دو فوت کردن دیگه وجود بله بله ولی عضو بعد از انقلاب هم جزء کسایی بود که عضو هیئت مؤتلفه بودن. هیئت مؤتلفه بعد از انقلاب حزب شد. اون موقع ائتلافی از هیئت‌های عزاداری بود و اینا بر دور آقای خمینی تشکیل شده بودن، از فدایان اسلامی بودن که میخواستن آقای خمینی رو به رهبری برسونن و آیت الله شهدمداری مانع این کار میدیدن. همونطور که آقای خمینی از بعد از 15 خرداد 42 مخالف پدر من بود، اینام بودن. عسکر اولادی اون که من اسمشو بردم، گفتم پدر من زیرکانه اینو نوشتن تا از صندوقی باشه که عسکر اولادی هم عضوشه و نتونن متهم کنن که این پولو داده که ایشون مثلا کودتا بکنه. یک سوال یک کمی خصوصی آقای شهدمداری، تا اونجا که خب ما اطلاع داریم، خب به هر حال پدر شما جز مخالفین آقای خمینی بود به خاطر حالا طرفداری که از حزب خلق مسلمان کردن و خب اینا اثر راه میخواستن برش دارن. در حال حاضر آیا مشخص است که مقبره پدر شما در کجاست؟ مزار پدر من قم هست، قبرستون ابو حسین و آذربایجانی ها و از شهرهای دیگه که میان دائما میان و میبینن و میرن اونجا و بر سر مزار پدر من بله معلومه کجاست. ولی اون موقع که میخواستن دفن کنن، ایشون رو به جای نامناسب برده بودن که یک تاجر تبریزی اونجا رو خرید و یک مقبره بسیار محتی ساخته. اغلب علمای قوم و کسان دیگه که خواستن دفن کنن وصیت کردن که ما اونجا میخواییم دفن بشیم. الان شاید بیش از 50-60 تا و از کسان. خیلی متشکرم. یه در نهایت سوالی که میخوام ازتون بپرسم این که به زمان حال برگردیم، این که برنامه اگه یک کمی در مورد برنامه شورای گذار برای ما بگین و اینکه در این شرایط چه کارهایی انجام میدین و اینکه برای چه مقطعی از این تاریخ قرار برنامه داشته باشید و اینکه دوستانی که الان بیننده این برنامه هستن با فعالیت‌های شما بیشتر آشنا بشن و اینکه شاید بتونن از این کارهایی که فعالیت‌هایی که شما می‌کنید استفاده ببرن، اگه یک کمی توضیح بدید ممنون میشم. میل البته ما سایتمون و سوشال مدیامون هست، برای اینکه مفصل بدانن باید تشریف ببرن، زحمت بکشن و اسناد ما رو بخونن. ما حدود 2 سال و 6 ماه پیش، یعنی ماه سپتامبر 2019 در لندن رسما شورای مدیریت گذار افتتاح شد. قبل از اون 2 ساعت به 2 سال به بحث کشیده بود که چه کار باید بکنیم. تحلیل ما این بود که این نظام در حال فروپاشی و از اولین کسانی بودیم که این فروپاشی رو پیش بینی می‌کردیم و برای اینکه این فروپاشی به بدنه جامعه منتقل نشه باید یک آلترناتیو قدرت اعلام بشه. برای اینکه گروه های سیاسی که بودن اغلب اصلا در این وادی نبودن که باید بعد از این نظام یک حکومت سکولار دموکرات به وسیله اونا تأسیس بشه، به عنوان آرزو عنوان میکردن و کارشون افشاگری بود. ما گفتیم که
این فروپاشی مقدره، حتمیه، این نظام راهی برای جلوگیریش نداره، به قدری در فساد تنیده شده و به قدری ظلم کرده که باید بره، هم به صلاح مردم هست هم به صلاح منافع ملی که بره، ولی رفتنش باید مصادف باشه با برآمدن یک آلترناتیو. آلترناتیو چیه؟ جایگزین است که تصویری از جامعه ایران باشه با گوناگونیش. بنابراین از ابتدا ما سعی کردیم از اتنیک ایران نمایندگانی داشته باشیم، از چپ ایران داشته باشیم، از جمهوری خواه داشته باشیم، از مشروط طلبا داشته باشیم، از گروه های ملی مذهبی داشته باشیم. بر اساس 5 اصل تشکیل شد. اصل اول اینه که هیچ رفرمی در جمهوری اسلامی امکان وقوع و موفقیت نداره، به طوری که جمهوری اسلامی رو نجات بده و اونو به یک نظام سکولار دموکرات تبدیل کنه. 2، تمامیت ارضی ایران برای ما یک اصله. 3، ما طرفدار یک حکومت سکولار دموکرات پارلمانی هستیم که 4، حقوق بشر و کنوانسیون های الحاقی اون رو کاملا بپذیره، و 5، برای رفع تبعیض های نهادینه ای که در زمینه های مختلف زنان، اقوام، جوانان، معیشت و کارگران و اینجور چیزا هست، دائما این اعضا باید اهتمام کنند. بعد سند رویکردهایی نوشتیم که در اون شرط دادیم که ما چگونه به این اهداف میخواییم برسیم. به طور اجمال کارگروه های تشکیل دادیم که الان با بیش از 6500 ساعت کار در زمینه های مختلف تجارب زیادی بر آینده ایران آموختند. مثلا کارگروه زنان داریم، کارگروه اتنیک داریم، کارگروه مزدبگیران داریم، کارگروه جوانان داریم، به همین ترتیب بقیه کارگروه ها، و اینا دائما کار میکنن. روش ما هم اینه که ما باید از مبارزات مطالبه محوری که تبدیل به مبارزات گذار محور میشه در جهت همگیری اعتراضات و اعتصابات پشتیبانی کنیم و سعی کنیم تجارب خودمون رو به این عزیزان منتقل کنیم، تجاربی که هر کدوم مجموع افراد ما شاید بیش از 450-500 سال تجربه در درون ما نهفته. وقتی سنا رو کنار هم بذاری هر کدوم 40-45 سال در کار مبارزه سیاسی ایران هستیم، و این تجارب رو در اختیار اونها بگذاریم تا بتوانند از تجارب ما و از تجارب جهان استفاده کنند. در این زمینه ما با قهرمانان میدانی که در ایران هستن تماس داریم. کلوب هاوس ما مثلا معمولا بیش از 500,000-600,000 تا در اینستاگرام من فقط بیننده داره، جاهای دیگه هم بیش از اون، و بیش از 1,300,000-1,400,000 تا ایمپرشن داره. دو هفته یک بار در کلوب ایران جوان کلاب هاوس داریم، به 4 زبان سایت داریم، سوشال میدیای ما 75,000 تا فالوور داره و بیش از 2,000,000 بازدید کننده در هفته داره، و کارهای خودمون رو میکنیم و فکر میکنم منظمترین تشکیلات اپوزیسیون فعلی ایران است. خیلی ممنون. با این همه تلاشی که میکنید آقای شرفاقی قابل ستایش هستش که برای رهایی و آزادی و آبادانی ایران دارید تلاش میکنید، و ما خیلی خوشحالیم که امروز در کنار ما بودید و خیلی از صحبتاتون استفاده کردیم. امیدوارم که این تلاش و این مقاومت و این مبارزه تداوم پیدا کنه و اینکه یک روزی ما شاهد نتیجه خوب و واقعا شکوفایی این تلاش ها در آینده باشیم، که حتما هم همینطور خواهد بود، برای اینکه شما سرمایه های این کشور هستین و ما در کنار شما می آموزیم و خیلی ما رو واقعا افتخار دارید به ما که در کنار ما بودید. و اگه کلام آخری دارید بفرمایید که ما با بینندگان خداحافظی کنیم. خیلی ممنونم از فرصتی که به من دادید. کلام آخر اینه که بر ناامیدی باید غلبه کنی، باید هممون امیدوار باشیم. آینده ایران از آن
جوانان این مملکت هست و باید واقعا این امید رو در جامعه تلقین کنیم که عمر این نظام جنایتکار و فاسد کوتاهه و برای فردا باید همه دست به دست هم بدیم و آماده باشیم. خیلی خیلی ممنون. خواهش میکنم، من از شما تشکر میکنم و ما هم به قول خودتون از 600-400 سال تجربه شما در این راه مبارزه استفاده میکنیم، درس ها میآموزیم از شما. واقعا از شما متشکر هستیم که برای این همه تلاش، برای این همه مقاومت و مبارزه، و واقعا ازتون سپاسگزارم که امروز را با ما گذروندید. خیلی ممنون بینندگان گرامی، خیلی خوشحالیم که یک برنامه دیگر را در کنار ما بودید و هم از شما هم از آقای شریعت مداری خداحافظی می کنم. در پناه تفکر و خرد باشید.